چی فکر میکنی؟ دلم خیلی شور میزنه. تا چند ساعت دیگه تمام این ناراحتی ها تموم میشه. من فکر نمیکنم اون انقدر خودخواه باشه که بخواد عقیدهشو به من تحمیل کنه. از اون گذشته من زن و بچه‌مو با دنیا عوض نمیکنم. توجه بفرمایید، من قبلا از همه شما به خاطر اینکه دعوت منو قبول کردین و تشریف آوردین تشکر میکنم. همونطور که اطلاع دارین من این جشن رو برای موفقیت پسرم ترتیب دادم. اون 6 سال پیش در کنکور دانشگاه تبریز قبول شد و دور از من به تحصیل ادامه داد. امروز اون با سربلندی به سوی پدرش می که در آغوش من جای بگیره. تصمیم دارم بعد از اعلام نامزدی اون با یکی از دخترای فامیل اونو برای ادامه تحصیل به فرنگ بفرستم. من دلم میخواد اون جراح خوبی بشه تا بتونه به هموطنان خودش خدمت کنه. حتما شما ها میتونین احساس من رو درک کنین. پدری که سالها زحمت کشیده تا تنها فرزندش رو به ثمر برسونه و امروز به لطف خدا به آرزوش رسیده. عمو جان، منم در خوشحالی شما سعیم هستم. نمیدونی چقدر خوشحالم که پسر عموی عزیزم تا چند لحظه دیگه در آغوش میکشم. برادر خدا بیامرزم خیلی اونو دوست داشت، همینقدر که من تو رو دوست دارم. امیدوارم لیاقت این همه محبت رو داشته باشم عمو جان. امروز دیگه همه این ناراحتی‌ها تموم میشه. من مطمئنم وقتی اون بفهمه که من زن و بچه دارم خیلی خوشحال میشه. خدا کنه. نمیدونم چرا دلم شور میزنه. مثل اینکه بهم الهام شده. میخواد اتفاقی بدی بیفته. بی خود خودت رو ناراحت نکن عزیزم. اون سال هست آرزو داره من تحصیلا تموم بشه که برام زن بگیره. اگه بفهمه خودم زحمت اونو کم کردم حتما خوشحال میشه. بیا بریم عزیزم. میدونی امروز میخوام زهرادش بکنم. میخوام بهش بگم بابا تو صاحب یه عروس مهربون و یه نبه خیلی خوشگل هستی. خب دخترها آماده باشی. هیچ بعید نیست که یکی از شماها رو انتخاب کنه. خداتونه من که منتهای آرزوم عروس شما بشم. منم همینطور. پدر پسرا سلام پدر. ایرج خوشحالم. ایرج خیلی دلم برا تنگ شده بود. تمام فامیل منتظر تو بودن. امروز برای من و تمام فامیل روز باشکوهیه. من میخوام یه مژده ای رو بهت بدم. تو تا چند روز دیگه برای ادامه تحصیل به فرنگ خواهی رفت. خیلی متشکرم پدر، ولی صبر کن مژده بعدی رو بهت بدم. من امروز تمام فامیل رو به اینجا دعوت کردم تا تو بتونی از بین تمام این دخترها شریک زندگی تو انتخاب کنی. اون جعبه رو بیار اینجا ببینم پسر. این گردنبند رو برای همین منظور تهیه کردم. هر کدوم از این دخترها رو که انتخاب کردی این گردنبند رو بنداز گردن. اجازه بدیم پدر. من میل ندارم از من تشکر کنی پسرم. زود باش بگیرش. معلوم هست چی کار میکنیم؟ اون زن کی که وارد خونه من شده؟ شریک زندگی منه. این بچه‌مه، دخترمه، نوه شما. نمیفهمم این دیوونه شدی پسر. این مهملات چیه؟ نکنه قصد داری با من شوخی کنی؟ نه پدر، شوخی نیست. من و زری 2 سالی که با هم ازدواج کردیم. اون از خانواده های نجیب و خوب تبریزه. ما هم دیگه رو دوست داشتیم. لابد یکی از خانواده های سرشناس و ثروتمنده. من حتما میشناسم. نه پدر، من نمیخواستم با همسرم تجارت کنم. خانواده اون ممکن از مال دنیا تهی باشن، ولی نجابت و اصالتشون فخرشون رو تحت شعاع قرار میده. لازم نکرده با کلمات بازی کنی. من سالهاست که آرزو داشتم تو تقصیرتو تموم کنی و برگردی پیش من. دلم میخواد خودم برات عروسی بگیرم. همیشه فکر میکردم خنده های نوه هم چه موزیک لذت بخشی برای زمان گوشه نشینی من خواهد، ولی تو تمام آرزوهای من از بین بردی.
رفتی دستی دختری رو که معلوم نیست پدرش کیه مادرش کیه گرفتی و به اینجا فکر کردی که من آبرو دارم فامیل دارم ممکنه این عمل تو به حیثیت خانوادگی من لطمه بزنه فکر میکنی هر دختری لیاقت همسری تو رو داره تا باید با همشان خود عروسی کنیم نه با هر بی سر و پایی خواهش میکنم پدر یه کمی عمیق‌تر فکر کنیم شما خیال میکنین هر کی پول و ثروت داشت شخصیت هم داره هر کی سفره سنگین‌تر بود همشان زندگی کردن با منه پیش میدونین حرفای شما چه اثر نامطلوبی در روحیه من باقی میذاره من شما رو طور دیگه پیش خودم مجسم میکردم ولی افسوس چی میگی پسر تو کاخ آمال آرزوهای منو در هم ریختی تو دیگه هیچی برای من باقی نذاشتی من حس میکنم که 20 سال شکسته تر شدم دیگه چطور میتونم سرم و جلوی مردم بلند کنم گوش کن پسر جون من نمیتونم قبول کنم زنت عروس من باشه برای من مهم نیست که شما چی فکر میکنین و چه چیزی رو قبول دارین من تصمیم خودم رو گرفتم من با زن و بچه‌ام برمیگردم به همون شهر و برای خودم زندگی جدیدی شروع میکنم شما هم بهتره فرود گذشته و کهنتون رو دور نریزین و باش زندگی کنین ببریم سری به این زندگی ساکن نرو پسرم اموشون چی شد اموشون نذاریم به اون برمیکرد مطمئن باش داری خواهش میکنم باید منو تو زندگی جدیدی رو شروع میکنم من دیگه تو این دنیا هیچ کس رو به غیر از تو و بچه‌م ندارم بیا صبر شو من از این فرشته ای که به هم اثر کردی مثل دوتا چشمم نگهداری میکنم بچه رو برده باشه امکان داره یکی از اهالی اونجا اونو پیدا کرده باشه اگه اینطور بود حتما به ژاندارمری اطلاع میداد
خیلی هستن که آرزو دارن صاحب بچه باشن، ولی از نعمت داشتن فرزند محرومه. ممکنه یکی از اونا اونو پیدا کرده باشه. پس با اجازتون بازم میرم میگردم، از تمام اهالی اونجا سوال میکنم، شاید یه نفر اون بچه رو دیده باشه. بهتره برای پیدا شدن بچه جایزه تعیین کنی. من حاضرم به هر کسی که از بچه خبری داشته باشه 10,000 تومان و به هر کسی که بچه رو به من تحویل بده 50,000 تومان پول بدم. اون تنها یادگار فرزند بیچاره من. من نباید با اون اینطور رفتار میکردم. من باعث این حادثه ولی اگه شده زندگی کشو پیدا میکنم و تمام ثروتم و خرج تحصیل و تربیتش میکنم. خدایا به من کمک کن، من نوام از تو میخوام. خیلی خوب، اینقدر گریه نکن، الان با قضاتو درست میکنم. خیلی خوب اومدم. گربونت بدم الهی، بیا بگرم پلیتانیم، گربونت شکل مارد بدم. الان با قضاتو درست میکنم، میدم بخوری. پلیتانیم دختر خوب باشرم. چی کار کردی بچه؟ خیلی خوب، الان غذا تو میدم بخوری. بچه دیگه نمیتونم بخورم. باید بخوری، این اشو با دسته خودم پختم. ببینم مگه بد پختم؟ نه دختر جون، خیلی هم خوب پختی. پس بخور، دکتر گفته باید عرق کنی. ببینم نسخه رو پیچیدی. نه بابا، دواخونه چی گفت دیگه نسخه خبری نیست، خیلی بدهکاری. عیبی نداره، برو ببین تو کشوی جعبه چقدر پول هست، شاید بتونی نسخه رو بپیچی بابا جون. شش بابا. اندازه پول نسخه ها. نه یعنی بله، میشه باهاش دواها رو بخرم. پس من تو یه چوچه بزنم تو بروشی. چشم بابا، همین الان میام. بابا چی کار کرده؟ همین سریع تا نخوردم. اول باید خمسه شرط کنم. آهای یه نفر گره کجاست؟ به من آجل کمک کنیم. پول خود در حدود 100 تومن به من کمک کنیم. خدا آده دنبده. خیلی خوب بسته، بیا پسر این دیویز چوب ماره تو بکن دیویز. نفهمیدم حقوق باز کلک چی گفت از مال دوزی دوزی بکنی؟
من دزدی میکنم؟ از چیز بره تو جیب دزدیه؟ من فقط دارم خمسش رد میکنم، تو به این عمل میگی دزدی؟ نه تو بیبی، به جناب علی میگن سارق. رد کن چیزو ببینم. میگم بره من با من دستی یقه پاسبان پاسبان کیمه تو پاسبان مجموعی ها پاسبان بسی پاسبان بیان مکه دیوانه کجا خونه من گرفت دادی بیرم میدنم یکی دیگه میدنم یکی دیگه قهرمان منم بیا یه جلو اون شیر دیله دبش خیلی دوسته اوه چه اشتباهی راهی شده عزیزم نمیشه شما ها رو شیرم ببینم ما خوشگیر شدیم ها آره تو ببینه خیلی عیده ها حاجه بیرون شدی خفشا هرکی میخوره نون پنیر تو سرت به زمین پورید بنیم بایو بریم عشق من نفهمیدم با جلو روی من بیم برپریدو گفتی عشق من یه کاری نکنی ثابت بارستم ها مثلا چی کار میتونی بکنی هم؟ هیچی بار را میکشم میره جبان مردی یه کاری نکن که تو رو مثل میرزا قاسمی بخورم ها موازه باش به نامزد من میرزا قاسمی نگی یا همیره این خبا بر رو دیگه گدنگت ندید با دیگه باز که تو چه ها زدی؟ خودمونی محرس و اسمشه رو چه خودشتن؟ آقا کجای تو شیر دلی؟ نفهمیدم حالا دیگه تو هم باله پاچ باقله اگه زور من به اون نمیرسه با چو که میرسه؟ مثلا چه جوره برسه؟ هیچی یاله یو به باوال من گوه خودم احمقی داره کیف وا کرد اوخی به جون خودتون نظر بدی نداشتم فقط میخواستم موجودیشو نگاه کنم غلط کردی این دفعه اگه این کارو بکنی چشماتو در میارم از اون گذاشته از صبح تا حالا شما هیچ غلطی نکردید ببینین این همه پول اون دختره زده آورده درد و بلاش بخوره تو سر اگه اجازه بودی درد و بلا تو سر من بخوره نه خیر باید تو سر خودم بخوره خیلی خوب نیست تو سر تو بقیه هم تو سر من بخوره حالا شادیه چیزه اعتراض دارم اعتراض وارده چون من دلم میخواد تو سر بزدل بخوره ببن بره دهنه تو کافیه خیلی خوب ببینم فتنه کجا رفت
این چرکه که میاد. تو که میدونی چقدر دوست دارم. آره اگهشون چی میاد؟ همین روزا بهت ثابت میکنم، باور کن. گوش کن عزیزم، حالا نمیتونم درست حرف بزنم، اما تو خونه بعد از اون میام پیشت. خدا سلام خانم، من و رفیقم اومدیم قفل گاز صندوق رو درست بکنیم. ولی ما از طرف کارخونه اومدیم، پدرتون از صبح تا کارخونه رو تلفن پیچ کردن. پدر من؟ بله پدر شما، ما که دروغ نمیگیم. آه بله بله، پدرتون هم تلفن کرده. آره همین جا باید باشه. چه خبره؟ ببخشید شما یه دختر رو ندیدین، اون کی پره از همه ما دزدی کرده، وقتی تعقیبش کردیم پرید تو خونه شما. نه فکر نمی‌کنم اینجا باشه، شما حتما اشتباه کردین. خواهش میکنم مزاحم نشین. ایشون خانم محترمی هستن، مزاحمشون نشین. بیان بریم، ممکنه دیوار به دیوار فرار کرده باشه، نباید بذاریم از چنگمون فرار کنه. یالا بودین. آره بابا کشته. شما بفرمایید تو من باید برم، آخه رانده بوده. کجا؟ شما بعد ما رو راهنمایی کنید، ما که راه رو بلد نیستیم. ولی من کار دارم. خواهش میکنم ما رو سرگردون نکنید. بفرمایید، بفرمایید تو. خواهش میکنم. حیف نبود هیکل به این قشنگی را دید نزنی. شما ها اومدین گفت درست کنین یا هیکل دید بزنین؟ جونه تو هر دو شو، مگه آدم تو باخ میره گلای قشنگ را دید نمیزنه؟ بسو زیادید نکنین، شما همین جو باشین تا پاپا ما خبر کنین. ولی مثل اینکه ایشون این طرف را نبودن، حتی تو ساختمون هم نه؟ آه ولی ولی راست میگین، تو سالون هم. شما چند دقیقه دیگه بیاین تو. سلام. سلام. شما ها دیگه کی هستید؟ ما حتما اومدیم قفل صندوق رو درست کنیم. بله بفرمایید، بفرمایید، از این ور من راهنماییتون میکنم. بیاید. بیای. اینم کلیدشه، نمیدونم چرا باز نمیشه، حتما یکی انگولکش کرده. آره خودم میدونم، میخوان این جواهرات از من بدون. از کجا معلوم که تا حالا ندزدیده باشن؟ چی گفتی؟ یعنی ممکن؟ زود باش سرشو باز کن. تونتا بده من. بفرش خدا رو شکر، همه سر جوشه. میدونی این جواهرات یادگار اجدادمه و بعد از من تنها کسی که ازش استفاده میکنه نوامه. خدا کنه زنده باشه. قفلش خراب شده، باید گاز صندوق رو عوض کنیم. میفرستیم اینو ببرن یه دونه نو واسه تون بیارن. خیلی خوب باشه، خداحافظ. 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 چقدر بد اخلاق، کارش تموم شد. خداحافظ. خداحافظ. عمو جان گاز صندوق قفلش درست شد؟ به تو مربوط نیست، برو بیرون. تو این اتاق نامحرمی، مگه خلافی از من سر زده که اینطوری جواهراتتون از من مخفی میکنید؟ با بیرون. خیلی خوب باشه. بله بله خودم هستم. راجب به اون زمین من تصمیم گرفتم اون زمینو مثل 600 تومن بفروشم. نه نه فایده نداره، هفته قبل مثل 550 تومن میخریدم. عجب دوز مکش مرگ مایی، خوش سلیقه‌ام که هستی. ببینم چطور اینا رو دزدیدی. تو رو خود پلیس خبر نکنی، من خیال نداشتم اینا رو بدوستم. نمیدونم چطور شد که یهو دیدم این جعبه زیر بغلمی. خیلی خوب، بهت کاری ندارم.
فقط یه شرط داره. چه شرطی؟ هر چی باشه قبول میکنه. شرطش اینه که فوراً از اینجا جیم شو و پشت سرت هم نگاه نکنی. اصلا شطور دیدی ندیدی؟ معلوم میشه شما هم دستی کمی از من نداری. حضورم آقا، بیا کنار. آهای دوست، جوابی دوست باش باید پنهون بشه. بیچاره شدم، بدبخ شدم. چی شدم؟ جواهراتم رو دوست دیدن، دیگه چی میخوای بشه؟ دوست دیدن، جواهراتم رو دوست دیدن، باید همه چه رو بشه. ببینم، نکن تو چی؟ من از اتاق تو شروع میکنم. اگه این کار رو بکنی، به من توهین شد. ایدا خوب بشه. قبول نمی کنی. من جبه جواهرات رو ندیدم. ببینم اگه یایتون رفتی که من از اتاق بیرون کردی. راست میگی. ببینم نکنه کار اون دو نفره. بله بابا کشیدم. بهتون جا دادم. خورد و خوراک دادم. پول آدم حسابی شدی. اون وقت سزاواره که حالا به هم نارو بزنین. چی نارو زده کفتار خان؟ اولیش همین نام زده تو. من؟ مگه یادت رفته که تو خیابون در کیف و واس کرده بود که از پولا گش بره؟ کون شده یه دروغ میگه؟ آها اون که کور هست. برای منظورش اون یکی کش میشه. آها بدون این خوشگله نباشه به مرگ اون شیردل. میخواستم خمسی جرات کنم که حالا رو آیه. چون جن من قسم خود باور کن مرگ خودت. چرا از جن خودت مایه نمیذاری؟ بابا جان تو کتاق دیاله با خاطر تو چشم قربان چشمو. آها این حقاها دیگه قدیمی شده. از این یه مرتبه دیگه به پولایی که گیرتون میاد دست بزنی میدونم چه معامله با اتون بکنم. خانقرم میشیم که اینیسی پدر دستو مستو کنم. چه لفته هی چه داشتیم به جون شما دعا میکنم. باله بودوق بگه قلب اون داشت به شما فوش میداده. برای من مهم نیه. تا وقتی به من بده کنیم باید هرچی در میارین بگیم به من. همین تو یادت رفته چقدر خرجی تو دادم تا از زندون آزاد شدی؟ هنوز 5000 تومان سفته پیش من داری. تو چی؟ یادت 6 ماه آزگار مریض بودی و من خرجی تو میدادم؟ آره بابا یادم این قضی به رخمون نکن. نه باید بفهمی که سرور و اربابتون کیه. خلاصه باید جیب بری کنین، گدایی کنین، برای من پول در بیارید. امیدین؟ بله دیگه برادر. من دیگه رفتم. خیلی خوب. ممکنه نهار تشیل داشته باشین. نفهمیدم. از خطای خودم مگه من میذارم شما عروسی بکنین؟ نه ای جان مال منو قربانیش بده. یرقان. آقای چیزه بشین کارید درخ. بری بری نگیه ای. فعلا یه چی نگو تا خرمون از پول بگذاره بعد من خودم دستشو بذارم تو دستت خواه مرگ من چه تو بمیرید این دفعه رو خودت بمیری گوش کنین بچه ها ما نباید جواهرات دست کفتار بدیم ممکنه آزادیمون نکنه بهتره بفروشیم و بدهیمون رو بهش بدیم راست میگه اما به کی بفروشیم ما که کسی رو نمیشناسیم اما بعد بیش تا صف یه مطلق بزنی نه بابا بس خودم آدم حسابی حسابه یه کمانه بزرگه غیر ممکنه کلک تو کارش باشه مثل اینکه داریم به آرزومون میرسیم نه ایسا بزار مرتبه شکت آره بند وقتی که از دست کفتر رد بشیم ما هر کدام ما میریم دنبال یه کار حلال شرافت مندنه آره والا سالهاست که دلم میخواد یه ماشین داشته باشم و روش کار واقعا چه عشق داری که آدم از بازو خودش دون در بیاره و بخوره ای خدا یعنی میشه منم دلم میخواد که زن تو بودم برای 3-4 تا بچه ترگونه برو میاد وقتی مشغول کارای خونه بودم تو از بچه ها میگرد دلی میکردی اون خونه از سر کل تو بالا میرفت چه گل گفته من هم سال هست که دلم میخواد یه مغازه میوه فروشی داشتم همش میشه سنه میوه رو تون 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 میخوردم بعدم رو دختر ترقلندل گفت نصیب رسیده بخوش عروسی میکردم همش هم به مردم نصیه میدادم خصوصا به فقیر بیچاره ها که آرزوی میوه کوچولو همیشه بدون شب میمونه مگه نصیه میدادم این از یکیه میدادم که بلاخره برشکست میشدم
منم دلم میخواست مرد ایج عالمو پیدا میکردم و باش عروسی میکردم. اون وقت میتونستم درد و غم زندگی رو در آغوش پر مهر و محبت اون فراموش کنم و تو ابد برای اون زن پاک و وفاداری باشم. آخه اگه منم یک مشگاب و گوسفند و بوز داشته باشم خدا رو شکر میکنم یه زندگی راحتی رو میگذرن. چی بکنم دل ما بین حیوانات خوشه. سالها سارزو دارم یه شیرماسی بی کلکی بخورم ولی نمیشه. داری به چی فکر میکنی فتی؟ تو این فکرم که داریم به آرزومون میرسی. بعد از فروش جواهراتون دادن قرض کفدار راحت میشه. من پیشنهاد میکنم فردا یه جشن کوچیکی بگیریم و برای آزادیمون بزنیم و برقصیم. بفرمایید. شما؟ متشکرم. بفرمایید خواهش. نه مرسی. بفرمایید. نه خیر متشکرم. شما؟ من میخورم قربونت تو. شما باید خودتون رو کنترل کنید. به اصحابتون مسلط. چطور میتونم؟ جواهراتم رو دزدیدن. همونطور که گفتم من فقط به این دو نفر مشکوکم. غیر از اینا کسی تو اون اتاق نیومده. حتما کار یکی از این دو نفره. چند دفعه بهتون میگم ما دو نفر کارگرای با شرفی هستیم. از صبح تا شون جون میکنیم کار میکنیم که دست به مال حرام نزنیم. ما اینقدر پول دار میاریم که احتیاج به دزدی نرفتتون. حیثیت ما رو لکه دار کردیم. خدا ازتون نگذره. گوش کن پسر جون، من اینقدر تو کارم تجربه دارم که دزد با یک نظر بشناسم. من میتونم حد بزنم که تو این کار دست نداشتی، ولی آقای نظامم تا اندازه‌ای حق دارن. آخه غیر از شما دو نفر کسی تو اون اتاق نبوده. از کجا معلومه؟ شاید کاری که از افرادم خانواده باشه، مثلا این بابا نه جلو نه یا فشو احمق بیشور دستت بکش ببینم آقا رو. گوش کنی، به همون خدایی که ما رو خلق کرده قسم میخورم که ما از این قضیه روحمونم خبر نداره. آخه کسی که از دور بازیش نون میخوره چطور میتونه دزد باشه؟ ما بالاخره دزد اصلی رو پیدا میکنیم. هر کس هست بی خود این کار میکنه. کسی نمیتونه از چنگ قانون فرار بکنه. اجازه میدین منم یه حرف بزنم؟ همونطوری که اطلاع دارین من صاحب کارخونه هستم که این دو نفر اونجا کار میکنن. من سالهاست که این دو نفر رو میشناسم و به پاکی و صداقتشون ایمان دارم. ولی هر بشری ممکنه تو زندگیش اشتباه کنه. خواهش میکنم. من با حرف آقای نظام کاملا موافقم، ولی پیشنهاد میکنم یه فرصتی به این دو نفر بدیم. شاید خودشون بتونن جواهرات رو گیر بیارن. پلیس خودش گیر میاره. درسته، ولی ممکنه کمکی باشن در راه شناختن سارقین. بله منم موافقم. هر طور شما دستور بفرمایید قربان. منم با این عمل موافقم، ولی اگه این دو نفر دیگه خودشون رو نشون ندادن چی؟ من ضمانت میکنم خیلی بیشتر از قیمت جواهرات ضمانت. شما مطمئن باشین که هیچ کس نمیتونه از قانون فرار کنه. نگاه کن وارد این میگم که یه بار ندارم فلانی بخورین و خوش باشین دنیا دروده والا وارد نیست کنی بدونم که بنوشم دل مرغ تو شادی خدایا مگیر از ما این خوشی را که تو دادی سر اومد سر اومد دیگه دوره خاری نه یکی بگیره بعد بیاره. میگم که من از رو نمیرم، من اعتراض دارم. منم از تو پر رودارم وارد نیست. یه بار ناز دارم چون تو پسر میگم مرگ تو وارد نیست. منو تو مردم از این کار رو بیزاریم. میدونی میدونم دلی همو تو داریم. Thank you.
فریب دردش اومد عقلمونو بیاریم به روی هم بذاریم او برمون شاید باز در جاش بیاریم باندی این وسط چی کارم؟ معلومه که بیکارم نکنه که ما میدادیم این میانه زیادیم تا سهم ما جدون شد معلومه که جبو ریختن میان آفگش آوش کشیدن جلو شد آوش کشیدن جلو من اعتراض رو دارم وقتی با بچه یک دفعه میگم واجب نیست یعنی نیست فرمی؟ بچه خودتی من از تو کندترم ببینم چی به دقو از من دفعه کنی؟ من خودم عرضه دارم حرفمو بزنم حالا بیا خوبی بکنو لا اله الا ببینم اینمون دختری برپاریده است که میخواهد چنگ من در بیاری؟ خدا به دوست من اصلا به تو اهمیت نمیدم که کسی بخواد از چنگ تو درم بیاره خدا ما دو نفر هم دیگر رو دوست داریم مگه نه؟ عشق من دلت بزرگم من اگر یک روز به عمر من مونده باشه دا بالاخره با تو عروسی میکنم و دعوت به دیگه طرف میذارم جان ما دماغ سوختن میخریم ببینم این دماغه نخیر چماغه نخیر اینا ولکن نیستم میترسم آخره شکاری دست هم بدن نه پس هیچ خودمشون بخارشو نداره بگونه داشته که خوردنه برم بچه ها کفتر اومد اومد با سلام علیکم اپس جناب کفتر سلام با جمعتون که جمعه عوض کار کاسبی اومدین اینجا بسات را انداختین عشقمون کشیده اینطوری زندگی کنی نفهمیدم خوشی عمر نفهمی این چجور حرف زدنیه نکنه زیادی خوردین که اینجوری حرف میزنین جناب کفتل بنده را با اینا قاطی نفرمایید که من مخلص قدیمی جنابالیم واه آدمم اینقدر سرد این طرفو ببینم نکنه صفتهایی که به امدادی یادتون رفته من هر وقت که بخوام میتونم پدرتون رو در بیارم بله صفته دیگه بی صفته ما از این چیز ترس و وانه نداریم باهمه این نداریم راست میگه کفتر خان ما ها دیگه به تو بدی کار نیستیم تو چند دقیقه دیگه پولتو میدیم و خودمون راحت میکنیم بله چه نخه او بوزدیل آمد از یا باش بلون شیر آبان باره سلام چی شده چرا اینقدر دمقی ها بگفتی کردن چی کسته چرا این کار کردم آخه مگه چی کار کردی پولا خو جواهرات رو دمه گفتن توضیحاتش رو بدم جواهرات چی گرفتن هیچی پولشم که ندادن هیچی معلوم میشه اصابه رو خدمتشون بالو بالا قربان همونطوری که عرض کردم بنده اون غلام سابق بوده و هستم موضوع جواهراتو به من بگو چیه هرچی بود گذشت همه اینا از بدشانسی ما ها میدونی کمزار خان صفر یه مش جواهر کار گرفته بود میخواستیم با پول اونا خودمونو آزاد کنیم بله ناخیر شما ها احمق‌ترین آدم های دنیا هستیم اگه همون جواهراتو به من داده بودیم من قبول میکردم بزنمش ها ببینم مزده برای کی برده بودی؟ سابق برای دکان عجب ناکسی بهتره برین دنبال کارتون دیگه فکرشم نکنین اون یارو رو من میشناسم نم پس نمیده قربان پس اجازه میدی من نامزدم با هم عرض ارادت کنیم بی خودی چاپلوسی نکن آی کفتل خان شما رو خوب میشناسه الا دیگه عشقت امروز اینجوری زندگی بکنی ها من اعتراض دارم دوستم جون اعتراض بارد بگو بایدم باشه چون این شیردلی که من نمیدونم چرا این اسم روش گذاشتن که اصلا بهش نمیاد تا یه ساعت پیش هم باس ما بود باز تو علکی حرف زدی شیطانه میگه بذارمش لای تیر کمان سو دوش بکنم نفخ بدم چی گفتی من تیر بکنی نه چیم بابا شوخی کردم شوخی هم سرد نمیشه مرض داره خوچه با ما در نازه خیلی خوب بسته دیگه برین دنبال کارتون شب باید پول بیارین ضمناً یادتون باشه اگه بعد از این چیزای قیمتی گیر آوردین من جای بدهیتون قبول میکنم و آزادتون میذارم من رفتم زود باشین بریم پی کارتون بادم روی چشمای من خوش بفرمانه کجا مهرات از دست نداده بوده خاک بر فرقت کنن حالا نمیتونین دو مرتبه به دست بیارین اگه میدونستین یارو کجا قایم کرده شاید میتونستین پیده کردم بچه خودی با من تیره بدم من فکر کردم که چجوری جواهراتو به دست بیاری تو بگو همیشه بیچاره از حول حلو میفته یه تو بگو مرز داری میزه بیشت آدم بگو ببینم چه نقشه ای کشیدی ها جان ببینم مگه اون یارو که جواهراتو از بزدل گرفتی صاحب کاباره نیست چرا پس عالی شد چطور من از امشب اونجا برنامه اجرا میکنم شما هم منو همراهی میکنی
صاحب کابره اون یاروه که نشسته نگاه کن کنم قدیمی شده، مردم میخوان کارهای تازه تری ببینن. اتفاقا چند چشم کار تازه آماده کردم که الان به نظرتون میرسونم. بله، نوآوری کن اینا. چرا حاجا کنی؟ شلوغ نکن ببینیم بالاخره چه کاری میکنی دیگه. روشن حاج گل بده. آقا گل هم من بود. میره به هی. بده بیاد جلو. آقا یه شاخی گل. یه دل گولم به من بده. یه دل گولم به من بده. دستشون درد. آقا خیلی مترشکم واقعا. بخش بگم دیگه. تشکر میکنم. قربانت ها. خانم خواهش کنه. حالا خواهش میکنم همه تون ساعتاتون رو نگاه کنیم. من یه دونه داشتم. اوه نراحت نباشین اینجاست. من جوری ساعتاتون رو زدم که هیچ کدوم متوجه نشدیم. ساعت خودتون کنیم. عجیبه. من ساعت خودی من کجا؟ دنبالش نگردیم. اینجا. برابو. عالی بود. من فکر نمی کنم تا حالا شما رو اینجا دیده باشم. نه خیر ندادون، برای اینکه من تا حالا شما رو ندادون. ولی حالا خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم. اسم من افشینه، صاحب این کاوره هستم. ممکنه خودتون رو معرفی کنی؟ اسم من فتنه است. من آواز میخونم، ایشونم میرقصن. اینا هم اعضای ارکستر هستن، همشون رو معرفی میکنم. شیرده، بزده، بسم رستم، بله، قهرمان، ناهی. ما با هم نام زدیم، قربون هم دیگه میریم. منم بلدم آواز بخونم. باز تو خودتو انداختی جلو. یه کاری نکنم کلگی ستو باردارم. اگه برنامه تون رو بپسندم دستور میدم وکیلم یه قرارداد 2 ساله با اتون مونم به نحو احسن تبلیغ میکنم. کاری میکنم که مشهور خواسته هم بشین. شما دختر خوشگلی هستین. اگه با من کنار بیاییم در مدت کوتاهی صاحب همه چیز میشین. این تو سینی یارو تعریف میکنی. ما باید میلیونر بشیم. همش بلوفه. فکر میکنه فتنم از اون دختر هاست که گول حرفاشو بخوره. حالا میفرمایید چون زمین بزنه تمام آرمون برآورده میشه. شاید حالا عمرش به دنیا بود و سرش زمین نذاشت. من نقشه خوبی برای از بین بردنش کشیدم. اگه مجبور بشم زودتر دست به کار میشم. ولی من مخالفم. من حاضر نیستم به خاطر هیچ و پوچ خونه یه نفر ریخته بشه. من دلم میخواد زندگی راحتی داشته باشم، ولی مایل نیستم این راحتی رو با از بین بردن یه انسان به دست بیارم. پس تکلیف چیه؟ چی کار باید بکنم؟ مگه تمام مردم به اتکای ثروت عمو و خاله و این و اون زندگی میکنن؟ به نظر من تو مرد قوی و سالمی هستی، میتونی کار کنی یا زندگیمون رو تامین کنی. با کدوم شو؟ من که از بچگی نه دنبال تحصیل هستم نه دنبال کار کاسبی. چطور میتونم این کارو بکنم؟ تمام امید من بستگی به ثروت اون پیرمرد داره. اون فقط به امید پیدا شدن نوش زنده است، ولی بی خود تلاش میکنه. من مطمئنم که اون سالها پیشتر از سر اون حادثه از بین رفته و تمام این ثروت به منه. زیبایی زیبایان در باره تکخواه خودشه، خودشه. از کی داری حرف میزنی؟ از همون دختره که جواهراتو دوزد. نگاه کن. ولی این که یه خواننده از شد اشتباه میکنی. نه خودشه، به نظر کار روبرا میشه. اگه اون جواهراتو به دست بیارم وضعمون عوض میشه. باید امشب برم کابارو جواهرات از سنگ سر بیارم. میخوام 15 رو بسید بزنم بو گوش بو باشم تو کس کردی؟ بو باشم فهمو آفه ما میبگه این چیه؟ نگاهش کن برای چه میبینی؟ ایناش خودشی باقی امشب بریم سراغش. Thank you.
داری آوری بابا میشه به دلا دیگه نمیمونه دلی درسونه اگر نگیری شنی حالا به من نگاه بکن دوست تون من که میگن فردشنی بنو بدی حالا چشو خواه بکن خدا بر چی ساخته همش نازم همش مشکل بزنم بر عزیزا عزیزا کسی گلدون ببینه که تو بونه شبونه لباسمون رو عوض شما رو ندیدم. حالا اگه ممکنه رفع زحمت بفرمایید. چون ورود آقایون به اتاق گیری ممنوعه. ولی تو نگی جواهرات کجاست؟ تا ما از اینجا بیرون نمیذارم. منظور چی؟ جواهرات کدومه؟ دیگه بازی بسته. فکر می‌کنی می‌تونی اون همه جواهرات رو بالا بکشی؟ من از این حرفایی که میگی سر در نمیارم. بی خود خودت رو کوچه علی شب نزن. تو یه دوز حرفه‌ای هستی. اگه به من جواهرات پس ندی، همینا به پلیس اطلاع میدم. خفه شو. من یه خواننده‌ام و مدتی تو این کابره کار می‌کنم. اگه فوراً گورتو گم نکنی، این منم که پلیس خبر می‌کنم. خیلی خوب، لازم نکرد تلفن کنی، بهتره با هم کنار بیای. من کاری نکردم که با کسی کنار بیام، حالا میری بیرون یا اینکه؟ خیلی خوب، ولی بازم هم دیگر رو میبینیم خانم، خدا حافظ. چونه یوسی، این یارو چی بود؟ از قرار معلوم خیلی دلش میخواد ثروت عموجونشو بالا بکشه، بیا بریم. Thank you.
منو بکشه. خواننده معروفی، افتخار منه که با شما آشنا شدم. من شما تا حالا تو این همدیگه رو ندیدم. چرا؟ کجا؟ تو کافه. آخه من جزو مشتریای پرپا قرصتون هستم. غیر از کافه جایی همدیگه رو ندیدم. نه، چطور مگه؟ هیچی، همینطوری پرسیدم. خب با اجازهتون مرسی. اگه اجازه بدین من میرسونمتون. البته ماشین من زیاد تعریفی نداره، ولی خب نه، راضی به زحمت شما نیستم. خودمون با تاکسی میریم. چرا تعارف میکنی دختر؟ روز روشن داشتی گیر نمیاد، حالا که نصف شبه، مگه نه؟ همه اون پشت بانه کیا میشه؟ راز میگه جان، الهی من قربان اون لبلو که باره من از آدم خورده درده کردم بیت میمشیم. تو ذاتن آدم جدایی هستی، فهمیدی؟ ممکنه بازم شما رو ببینم؟ دریبام راندگو میذاری؟ اگه دلتون بخواه. همه چی که میخوام، اگه موافق باشی روز تعطیل این هفته رو با هم میذارم، مایلی؟ تا چی داریم میگیم؟ من از خدا میخوام. همین کنار نگه دارم. رسیدیم، بپرسیم بغل دایی. لازم نکرده رش کمک کنیم، مرد بگم بیمایی، بیجان، من اگه یه روز ازون بموندی بلاخره این از چنگ تو در میارم، فهمیدی؟ چی کاری؟ شوقی کردم برد بابا را بیستیم بریم به کارم رو بریم. هلها، برای دایی سیر دوگلتی. خدا فرد. خدا فرد. حالا هست خواب، ما را بیدونه می آن برو ازش خوشت اومده، درسته؟ آره خیلی، ولی تعجب میکنم چرا منو نشناخت. ببینم راجبه که باید حرف زده. نه، برای موقعش نبود. میدونی من فکر میکنم اون دختر بیشیلی پیلهی باشه. ببینم، نکنی کنه پیشه یارو گیر کرده، ها؟ دختر خوشگلیه، ازش بعدم نایمده، تا اون نظرش چی باشه.
خود یکی چشم گذاری میدونم من آنه میگم تا بدونن همه عالم خوش دل روایی یک کمی خیلی کوچیشان میگه خود هر وقت ازت سوالی کردم فوری جواب سربالا دادی یا اصلا جوابم ندادی؟ برای اینکه تو رو دوست دارم، میترسم اگه حقیقت رو بفهمی برای همیشه منو ترک کنی. این حرفا چیه که میزنی؟ من برات قسم میخورم که تا آخر عمر هیچ وقت از تو جدا نشم. زندگی تو قبلا هر چی بوده مهم نیست، مهم آینده است که متعلق به من. تو چقدر خوبی، کاش میتونستم طوری رفتار کنم که لیاقت تو رو داشته باشم. نه، من تو را از چشمام بیشتر دوستم. ضمناً میخوام ازت خواهش بکنم بهم کمک بکنی که شاید بتونم بیگناهیمو ثابت کنم. باشه، اگه شد. جدی؟ خب تو الان کجا میری؟ میرم خونه نظام، حسنی اونجا منتظرمه. شب میبینمی؟ البته میام کابره، وقتی برنامه تموم شد میریم با هم یک کمی میگردیم. چطوره، موافقی؟ باشه، پس من کذیرتم. خدا حافظ. خدا حافظ. یواش بگیرم، خیالتون راحت باشه. این چیزی با هم پوش دادم؟ حق دارید، دردآوره، ولی باید تحمل داشته باشید. کتو پرستاری که قرار بود در منده چی شد؟ بله، همین روزا براتون پیدا میکنم. آخه میدونید پرستار خصوصی خیلی کم پیدا میشه، ولی من ترتیبشو براتون متشکرم. و اما شماها، مهلتتون داره تموم میشه ولی هنوز نتونستین کاری انجام بدی. به نظر من شما دارین وقتتون رو تلف میکنید. اتفاقا تا اندازه موفق شدین. یعنی میخوای بگی سارقو پیدا کردی؟ اون تنها نیست، چند تا هم دستم داده. ببخشینا، ممکنه بفرمین شما دیشب تو کاباره تکخال چی کار میکردیم؟ مگه تمام مردمی که میرن کاباره چی کار میکنن؟ منم مهمونه یکی از رفقان بودم. ببینم، رفقه شما تو اتاق گریم کار میکنه؟ پس بشیم، خدا فرم. شماها دیگه کجا؟ گریم دازگیری، خدا بادا. آخرش هم میترسم هیچ غلطی نتونین بکنین. شما خودتون رو ناراحت نکنین. با تو هم که همش منو نصیحت میکنی. مگه متوجه نیستی آقا جان جواهرات منو دزدیدن؟ بله، ولی خودتون رو ناراحت نکنین. بلم کنین با من چیکار دارین؟ سلام. به ما کلک زدن، گفتن تو در خطری. وقتی اومدی اینجا ما رو به این روزه میدم. آخه من برای چی بودن اینجا؟ نه خوری زیادی میخواد از بین ما چی میخواییم؟ بله همه چی راشن میشه.
بریم تو ببینیم چه خبره. نه یه رفتم واسه چی آوردم؟ جواهرات میخواد. این بابا برادرزاده اون یارو صاحب جواهرات. به اون رئیسشون عیدت من باز بود. تایید در میریم. آره بخورم. سلام خوشگله رسیدم به خیر. تو بکش. جواهرات کجاست؟ من نمیدونم. سبون خوشترت نمیشه ها؟ خبرم به حرفت میارم. اومانه نگاه میکنه. اومدی؟ سه میشمارم اگه جواب ندی فرداشون رو میترسم اون دنیا. اینو بخدا فقط اینو بخوش. زرشو بگی اون بر من میترسم. یک جان مادری در میره برای بگی اون بر بابا بهش بگو الان من میگوشه ناخم میگم. دو یه رو سب کن. سب کن همه چی رو بهت میگم. آقای زاهد جانم آسوسه دست بال منو باشون که خابرم. چرا؟ برای با تو چی مربوط آخه؟ چیزی نگو بخه اینا اینقدر ارزش نداره بس بیری زپایی بسه حرف بده ای از دستان نزوشا نمو تو سر باقی نمیذارم دگو ببینم جواهر از کجا؟ پیش چنگی صاحب کابره تجخانه اون به ما نارو زده امشبه میخواد جواهرات خارجی بفروشه جره به ما چلک میزنه. نه راست میگه من اون یارو خارجی رو میشناسم همیشه اینجور مالا رو میخره و از ایرون خارج میکنه ولی این دفعه رو کور خونده من از حلقومش میکشم بیرون نقشه خوبی براشون کشیدم امشب جواهرات تو مشت منه زنی یکی از جواهرات به گردن خانومه چه؟ بخشون رفته اینه آج بل صافی بیرد کجا بودی؟ مال خودم از من چیگه تو گردنم بودی همشون از بین برای فکر اینجورم نکنید میخوام از سری ازشون باقی نمونه خیالت این سخت باشه رئیس کاری میکنم که انگار اصلا به دنیا نیومده آفرین خوبه بیبرید باید آتیششون بزنید باید همین کنه بهتره تعقیبش کن میگم چطور یه سری به باغ بزنیم شاید یکی دستگیرون بشه الان بعد میگم بگو شیره درسته شیره با تو بری آخه من دیگونه هایی که اینجا باید بر را بریم یه نفر من نیجا شم نمیشه این حرکت دسته باره بشتر شم نگونه کنیم باشم آفن دست منه باشم باش دست منه باشم یه کار واجبی دارم یه کار واجبی دارم دست منه باکن گره تو بر نگردیم آه حکومت که عبدی میدم دیگه بگه بگه آج شاگه ما حقه زدن نداریم پرار کنم بگیرم یک باشه بگیرم نگه 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 بریم همشون بیرون
شما اینجا چه کار میکنین؟ چری میخواستن شما رو بکشن؟ برادر زده اون یارو میخواست بفهمه جواهراتو کجا گذاشتن. من جواهراتی شما؟ پیش ما بود ولی پیشی بود. پس تو اونا رو دزدیدی؟ آره میخواستیم بدهی کفتر رو بدیم و خودمون از شرش راحت کنیم. بعدش هم بریم دنبال یک کار آبرومند. خب الان جواهرات کجاست؟ پیش صاحب کاباره تجخاله. بزدل بیچاره برده بهش بفروشه برای اون اچنگش در رو. ما برای این رفتیم تو اون کاباره کار کنیم که جایی جواهرات رو پیدا کنیم. خب پیدا کردیم؟ بله ولی امشب میخوان معامله کنن. برادر زده اون یارو هم رفت که از چنگ اونو در بیاره. بهتر زودتر را بیفتیم. بعد هر تو شده جواهراتو به دست بیاریم. بریم. بفرمایید قربان. بفرمایید. سلام موسیا. گود نایت. چی گفت؟ ایشون خارجی هستن. آها. پس آقای مدیر منتظر ایشون هستن. بله. بفرمایید. بفرمایید داخل راه رو دست دراز اتاق سوم. Thank you. Thank you. بفرمایید. سلام کارم. الان دست زری زری آرام. شما هست خری؟ Yes, yes, بنده هست خری. آه، تو دور. Thank you, yes. thank you. Yes. آها، آها، بذار. آها، نکن برمان یه گولی بزن. یه گولی بزن. بذار، بگی. بیا، آمد. شما زود زد به چاک. پلیس آقای مدیر رو دستگیر کرد. زود با. آه، let's go. بله، برو، برو، برو. goodbye. بله، بله، goodbye. بپا خیت نکنه. میشناسم این بابا نیست. یس یس آیم برادر او. برادر رفت آیم. چی میگه؟ ترجمه بخونده نگه میکنی؟ میگه که شما هستی من شما خواهر برادر معامله کرد جواهرات رفت. یس ملاحظه فرمودی ترجمه را اینه هون بون بون اول پولو ندین از جواهرات خبری نیست. اوکی کرال. اوکی کرال یعنی چی؟ مگه فیلم جدل داره که کرال ندیدی همونه دی؟ او نو نو اوکی یعنی قبول کرد. نمیفهمم این چه جور معامله ایه؟ اون کیف پولو بدین جواهراتو برداریم برین. نو نو آی باید فرس جواهراتو دی. میگه جزا چیزه؟ این یکی خودم فهمیدم. پس ما اینجا ول معطلیم دی خودت هم معامله بکنین. ما رو میخواین جگر؟ نه شماها باید باشین. بگو اون کیف پولو رد کنه بیاد. من به هیچ کس اعتماد ندارم. نو 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 ایف اینطوری اصلا من معامله نکرد. یه نمیشه موسیو. حالا که اومدی اینجا باید معامله کرد و الا حسابتو میرسم. اون شیریو خیلی خیلی وحشی. آی با یو معامله نکرد. این پولو ازشون بگیر. میشونم گلابیه. دیدی من نه. نه میو میو کن. شما هستی؟ بله خودم. حجتون تفو نخوری. برو جواهراتو بردار. پدرتونو در میارم. به من حقه میزنین؟ خواه کلبو. عوض گله نداره. تو از چنگ مادره بردی مام از چنگ تو. قربان جبل میلا. چطوری ها؟ خودتونم من میگو به شما مخصوص دو میگه. بیاره کرد. افزارتونو بندازید. خیاره کمالت لابه. خوب جیلتون آوردم. تو میخواستین دست جمعی جواهراتو بالا بکشین ها؟ نمیدونستین که با من طرفین؟ مگه من میذاشتم اگه جلتون پایین بره. بالاخره حق به حق دارستی. زود باشون جواهراتو رد کنی یا نه؟ شما فرار کنی. فرار کنی. اینا رو بگیرید. بگیرید. اینا رو بگیرید. زود باشیم بریم. میخوایم جواهرات تقسیم بکنیم. با
خاکش دست دار با جنمم اونجوری بی بخان گردن بند من بردارم. نه عزیز جون تو باید اینا رو بدیم به کفتا تا شرش راحت بشیم. خودت اینو گفتی مگه نه؟ نه بچه این جواهرات باید برگرده پیش صاحب اصلیش. چی گفتی؟ برگرده پیش صاحبش؟ مثل دیوونه شدی؟ نه دیوونه نشدم. موضوع اینه که آبروی دو نفر انسان در بینه، باید این کارو بکنیم. نمیفهمم بعد از این همه زحمت حالا ببریم دو دستی بدیم صاحبش؟ مگه مغز خوش کنیم بچه ها. روزی که من این جواهرات از خونه اون یارو آوردم دو نفر دیگه هم اونجا بودن که تهمت دزدی گردن اونا افتاده. خب به ما چی؟ بله سب کنین تا بگم. اون آدم های زحمت کش و با شرفی هستن، اگه تا 3-4 روز دیگه نتونن تهمت دزدی رو از خودشون دور کنن، هم حیثیت و آبروشون رفته، هم تو زندون میفتن. تو رو با مرگ این بزرگ خفه شو، این کار نکن. ما باید از چنگ کپتر راحت بشیم. گذشته از این هم محمود دو نفر نمیشناسیم. چرا میشناسیم؟ اونا از دوستان خوب ما هستن، ما رو از مرگ حتمی نجات دادن. نکنه بزرگ دو دوتا جوونه؟ بله ما باید به اونا کمک کنیم. گوش کنیم بچه ها، اگه مایل نباشین ما میذاریم میریم، انگار نه انگار که با شما آشنا شدیم. با این حرفا چیه؟ شما رو رفقای خوب ما هستیم، مگه ما میذاریم به همین مفتی از ما جدا بشیم؟ منم موافقم، حاضرم برای کپتال کار بکنم تا شما نجات پیدا بکنیم. منم موافقتم. باش تو حرف زدی بی بخار. خب من حق عرض دادن دارم آخه. من از همه تون ممنونم. قربونتم. مخصوصا از فتنه. نه من این کارو برای دل خودم کردم. اگه خدایی نکرده صدمه ای به تو بخوری من برای همیشه نابود میشم. ببین یاد بگیر نصف توه. من که خیلی وقت دربسته دربست نگو کردم. بیا من قول خودم انجام دادم، اینم جواهرات. ولی ما که نمیتونیم ببریم بهش بدیم آخه. راست میگه، اگه بپرسد کجا بردی چی جواب بدیم؟ بهتر فکر بکنیم و یک راه حلی پیدا بکنیم. ببینم منم اجازه دارم فکر بکنم. نه خیر مودارش باید فکر بکنن. پس من که خیالم راحت راحته. من پیدا کردم، باید خودمون ببریم بذاریم سر جاش. ببینم چجوری میتونیم این کارو بکنیم. این کار فقط خودته، همونطور که کش رفتی همونطور هم میبری میذاری سر جاش. ولی من نمیتونم تو اون خونه برگردم، برادرزاده اون یارو منو میشناسه. اتفاقا تو راحت میتونی این کارو بکنی. امروز که ما اونجا بودیم نظام از دکتر یه پرستار میخواست. دکترم قول داد که براش بفرسته. تو میتونی قیافتو عوض کنی و به صورت پرستار بری تو خونه اون. ولی من که پرستاری بلد نیستم. اون که کاری نداره. آمپول زدن مثل آمپول زدن میمونه. بقیه کارشان که مهم نیست. تو باید یکی دو روز اونجا بپلکی، بعد در یه فرصت مناسب جواهراتو ببری بذاری سر جا. باریکلا این زمنم و هم برو مواظبتیم. تا دیدی میخواد اتفاقی بیافته ما رو خبر کن. بازم میگم فکر منو نکنین، اگه میترسی نرو. نه من حاضرم به خاطر تو هر کاری بکنم، حتی اگه برای همیشه از بین برم. ممنونم، من تو را از چشمم بیشتر دوست دارم. آیون سر اتوبوس رو برگردونی سلاحانی. آو تو چه ده ناله میزنی؟ برگرد حرفی سر من حرفی. این گردنبند رو من خوب می‌شناسم. وقتی اون دختر خیلی کوچیکی بود عموم به پسرش داد که به گردن یکی از دخترای فامیل بندازه. اگه تو بتونی رولتو خوب بازی کنین نون هر دومون تو روغنه. آخه من چه جوری میتونم خودم رو جای نوه عمود جا بزنم؟ اگه بفهمه که بهش کلک زدیم میدونی چه سرنوشتی در انتظارمونه؟ قرار نبود ترسو باشی. من و تو میتونیم زندگی خوبی رو شروع کنیم. تمام ثروت اون پیرمرد به تو میرسه. خب دیگه چی میخوای؟ من که سر در نمیارم، مجبورم هر چی تو بگی قبول کنم. خوش کن، من نقشه خوبی کشیدم. یه نفر رو گیر آوردم که نقشه کسی رو بازی کنه که تو رو پیدا کرده. اگه نقشه من مو به مو اجرا بشه دیگه هیچ قصه ای نداری. شما میتونیم بقیهش رو ادامه بدید.
همونطور که به آقا عرض کردم وقتی من به محل تصادف رسیدم هیچ کس اونجا نبود. البته خدا رحمتشون کنه، پسرتون و زنش تمام بودن، از دست منم کاری ساخته نبود. ولی از اونجایی که خدا میخواست این بچه زنده بمونه، سعی و سالم کنار رودخونه افتاده بود و گریه میکرد. پس چرا همون روز بچه رو تحویل ندید؟ راستش خیال داشتم ببرم پاسگاه تحویل بدم، ولی تو راه که میرفتم بچه به من لبخند زد و محبتش به دلم افتاد. دیگه هر کاری کردم نتونستم ازش گل بکنم. آخه من هیچ وقت بچه دار نشدم، منظورمو که میفهمی؟ بله، ولی بعد از این که آگهی روزنامه رو خوندین و فهمیدین نوه منه و ما داریم دنبالش میگردیم و اون هم جایزه برای پیدا کردنش تعیین کردیم، چرا نیوردین تحویلش بدین؟ آخه اون روزا به پول احتیاج نداشتم. اگرم امروز بعد زندگیم خراب نشده بود شاید این رازو فاش نمیکردم. آخه من سیمینو دوست دارم، نمیتونم ازش دل بکنم. ولی وقتی دیدم این دختر صاحب این همه ثروت و داره فقیرانه زندگی میکنه، دیگه دلم طاقت نیاورد حقیقتو بهش گفتم. ممکنه شما حقیقت رو بگیم، ولی من نمیدونم چرا تای دلم راضی نمیشه. خیلی خوب، اگه منو باور نمی کنی منم اصراری ندارم. من سیمینو هنوز به اندازه جونم دوست دارم. بریم عزیزم، با همون فقرمون میسازیم. بریم. نه نرین، آخه میدونی شما هیچ نشونه از بچگیش ندارم. چرا دارم، وقتی اونو پیدا کردم این گردن بند به گردنش بود. حتما شما اینو میشناسی. خدایا چی میبینم؟ همون گردم بنده. بله الهی شکر. بیا بیا تو بغل. چطوره بچه ها؟ این لباس به من میاد؟ بابا جانم جان، انگار یه اون پرستار بوده جان. یامان مگه صد دفعه نگفتم جلو روی من بین بر فریده نگو جان؟ یه چیزی بهش نمیگم، من میخواد با نام زدم عشق بازی کنم، بدم توی شمه درب و داغونه کنم. خیلی خوب دیه برر. اصلا یکی نیست با من بگو یه تورستننه. با من تورستننه؟ گفتم یه نفر مودر حرف بزند نه تو. من یه پیشنهاد دارم. چیه؟ من با هر دوی شما ها رفیقم. برای اینکه این دلخوری و دعواها بین شما ها تموم بشه، من حاضرم فداکاری کنم و با عشقتون بی ازدواج هم. نه من میدم. میخوای چی کار کنی ها؟ بابا چون که این رو شده خورسنگی، من یه پیشنهادی کردم، میخوای قبول کن؟ میخوای دکوه بابا داره دیه اون میشه، بذاریم از کارمون برسیم. خانم پرستر، ممکن یه ماینه از بنده بخونی؟ البته، زبونت در بیار بینم. بیشتر آه. بازم بیشتر. آه دیواره او ورود بزرگستم دیگه رازم نکرده. مریضی شما اینه که یه روده این راست و شکمت پیدا نمیشه. درازه درازه کده چطور نباشه؟ چرا من بازده؟ راستی بچه ها یه چیز دیگه. چیه؟ من که از پرستاری چیزی سرم نمیشه. اصلا نمیدونم چجوری باید آمپول بزنم. این که کار نداره. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، آمپول زدن مثل آمپول زدن میمونه. حالا یادت بدم اینو اینجوری میگیری، هواشو خالی میکنه، راحت اینجوری فرم. بفرمایی کنم. متشکرم. بفرمایی. متشکرم. مرده به چیه؟ بله ببینم. این عمویتون بخشیم پدر بزرگ من چی میخواد عمر کنه؟ نباید در اینجور کار عجله کرد، ممکنه به همون سوء زن پیدا کنن. به هر حال قول میدم تا چند وقت دیگه شمش باطل بشه. باش خید نکنی ها. برای عمو جون پرستار فرستادم. ولی به نظر من بودن اون تو این خونه صلاح نیست. برای همیشه که اینجا نمیمونه عزیزم. چند دقیقه تشریف داشته باشین تا با آقا خبر. خواهش میکنم آقا. خانم پرستار اومده. ببینم مشکل. بله آقا. خب بگو بیا تو. چشم آقا. چون از کلوی کجره بود خانم بفرم. مچکر. بفرمید. کمرم. سلام، اسم من فتنه.
کجاتون درد میکنه؟ از سر تا پایی هم پولام هم اونجا هست. سوزن چقدر کلوب بود. چی شد عموش؟ چیزی نیست، آمپول زدم. راستی ببینم ترتیب برنامه فردا شب و دادی یا نه؟ بله عموش، کارتارا فرستادم که توضیح بده. جشن فردا شب باید خیلی خوب برگزار بشه، باید همه بدونن که من چقدر به نوه عزیزم علاقمندم. متشکرم پدر بزرگ، شما خیلی خوبی. فردا شب همه از داشتن چنین جواهری تحسین هم میکنن. ببخشید فیلن با من کاری نداری؟ نخه فاتح؟ بله آقا. خانوم راه نبود. متشکرم، بفرمایی خانم. عمو جان من فکر میکنم حالا که سیمین پیدا شده شما دیگه احتیاجی به پرستار ندارید. من نظر تو رو نخواستم، از اون گذشته. نوه من باید از زندگی لذت ببره، نه این که از من پرستاری کنه. مرسی پدر بزرگ. برای این بیتب رود بزرگه رود کچیکه رو خورده. آخه این قضای بیتب بیارده ها اون دلت بخوره. مگه با کلفت هم بابا جهنه که بی بخاره آدم. ببینم چون اون خوشگل نامزده تو شده با باید از خوشگلی تلوز باش گفت نامزده کن خوشتر حرف دهنه تا بابم از کجا معلوم نامزده اون باشه ببوره نفذت به پوری چشمی گنگی شده تو همین هفته باش عروسی میکنم تو باید بری سماق بمیجی من ببیرم یه جورم یه جشنی بگیرم که چشم حسود کور بشه ولی از من میشنفه خودتو بدبخ نکن زن نگیری سنگین داری قربان تو کتبانو برو میلن چی شد؟ قربان تو هم برو میلن بزا غذا رو بخورم این مال من اول بعد مهمون بخوره مهمون حریب خداست بفرمایی بهتر سب کنم تا فدنم بیا بالاخره میاد شما غذا دونو بخور اوخی اوخی این مال منه اینه به کسی نمیده پا من چی بخورم؟ اون رد کنیم ور با فرما بادر اینگار این سپ مادرشی دست من سپرد اصلا من نون پیاز میخورم بیا این نون اینم بعدم با این عروسی میزنم دهن سلام غذا خورده ای؟ نه بابا جره پاهم از گشنگی میلن بفرمید اونجا غذا هست های برو خیلی شاورده برای این خب چی شد؟ راشو پیدا کردم فردا شب کار تموم چجوره؟ فردا شب به افتخار پیدا شدن نوه نظام جشن مفصلی در اونجا برقرار ما میتونیم به خوبی کارمونو انجام بدیم بح بح چه عشقی میکنیم فردا شب بخور بخور برقراره مگه قرار ما بیاین؟ بدون شماها که نمیشین فردا شب پیمان اونجا برنامه اجرا میکنه شما هم همراهیش میکنین آخه صدای پیمان خیلی خوبه تو هم جواهراتو میده هممون راحت میده بله ولی باید قیافه هاتون طوری عوض بشه که یارو برادرزاده نفهمه اون با من همه کارا رو جوری میکنم حساب همهشونو میرسه اگه میخوای بزن بزن بکنی من یکی نیستم نه تو بمیره باخار باخاره من اون حرف زدن تو برم الهی چی شد؟ باز که تو براق شدی برر ما حق نفس کشیدنم نداریم نه خیلی لازم نکرده از این وری نفس بکشی بابا این که جز زندگی کردنه من دیگه اصلا توی این خانه نیمنم غذام نمیخورم حالا ببین اگه من خوردم تو باید فردا شب خیلی مواظب اینا باشی ممکنه گندوکا رو در بیارم ناراحت نباش خودم مواظبشونم یه ارکستری درست کنم که خودت حظ کنی خوش باشین دونه 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 چه خرم و چه شادی به 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 چه غم و چه آزادی به 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 از ما بشنا
دیگر از ما هران که گذشته ما را نبود دیگر کاری به گذشته که خودم و چه شادی بس 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 میدم و چه حاضر و بی بس بس خدا جمال که دور و دراز رسته من باید از سورج ممنون باشم که شما حال به اینجا دعوت کردیم. خوشت اومد عزیزم. آره چه برنامه خوبی ترتیب داده بودی. من ترتیب ندادم، حتما عموجونم دعوتشون کرده. همه این کارا رو به خاطر تو میکنه. چه مرد خوبی. با موفقیت چند قدمی فاصله نداریم دیگه، چیزی نمونده صاحب تمام این ثروت بشیم. ولی من میترسم میترسم گندش در بیاد. نترس، وقتی امشب تو رو به همه معرفی کرد دیگه انقدر زنده میمونه که چیزی بفهمه. فوراً کلکشو میکنم. دوستان عزیز، از این که امشب دعوت منو قبول کردین تشکر میکنم. امشب یکی از شبهای خوب و لذت بخش زندگی منه، برای این که امشب بعد از سالها سکوت و خاموشی روشنایی دو مرتبه به خونه من برگشته. بله، من نوه گم شده خودمو پیدا کردم. بیا بیا عزیزم جلو، بیا بریم عزیزم. این نوه عزیز من. در ضمن اینم باید بدونین که اگر این گردنبند وجود نداشت شاید ما هیچ وقت همدیگر رو نمیدیم. بریم کنار، ببینم بریم کنار دوست پس مزد. چیه؟ چی شده؟ این مسخره بازیه چیه؟ بهتر از برادر زادتون بپرسی. اون گردن بند مال منه، از بچگی هم به گردن من بود. دو سه روز پیش اون این گردن بند رو از گردن من دوست کرد و بعدم دستور داد همه ما رو بکشن. میتونین از رفقام بپرسی. بله صحیح هست، همشون دروغ میتن. باید این دختره رو تحویل پلیس داد. دوست جواهرات شما همین دختره. ولی من جواهرات رو آوردم سر جاش گذاشتم. میتونین بریم ببینیم. به خاطر همین با این ریخ به اینجا برگشتم. نباید به حرفاش اطمینان کنید. عموتون سب کن سب کن. فعلا ادعای این دختر از تمام ثروت من مهمتر. خب که گفتی این گردنبند مال تو؟ بله از بچه که به گردنم بوده. راست میگه، ما جریان میدونیم. تمیره تو چی؟ تو هم این گردنبند رو خوب میشناسی دختر؟ یعنی از بچگی به گردنت بوده؟ چرا حرف نمیزنی؟ جوابشو بده دیگه. اگه دروغ بگی سر کارت با قانون. نه
نه این گردنبند مال من نیست. تورج اون مرد وادار کرد منو به جای نوه شما بیاره اینجا. این گردنبندم اون به من داد. ای نمک به حروم یه نفر به پلیس اطلاع برای دیگه خیلی دیر شده. کسی ازش تکون نخوره. گفتم کسی ازش تکون نخوره. رابیا اونو بلش کن هرچی بخوای بهت میدم. نه این با من میاد. میخوام آرزوی نوه داشتنم به دلت بذارم. رابیا یه نفر یه کاری بکنه. شما ناراحت نباشین من خودم نجاتش میدم. این تو هستی؟ بله ضمناً اون برای بچه ها همه چیز برای تو تعریف میکنه. الو کلانتری رابیا رابیا مرسی برادرزاده خدا به اون یه نفرم مجروح کرد. عجله کنید بیایید. دم گرفت کنید. بیا بیرا ولم کنید. تکن نخور. ولم کنید. رفقات همه چیزو برام تعریف کردن. خواست خدا بود که تو زنده بمونی یا تسلی بخش دل من پیرمرد بشی. من خوشحالم که تو نوه من هستی. پدر بزرگ جوان داره میره. تو باهاش کاری نداری دخترم؟ چطور ندارم؟ پیمان پیمان کجا داری میری؟ من دیگه اینجا کاری ندارم. باید برم به زندگیم برسم. این حرفا چیه؟ تو باید همینجا بمونی. مگه من دوست نداری؟ چرا؟ اما دیگه امایی وجود نداره. ما باید تشکیلی خانواده جدید کنیم. من میخوام نتیجه هامو ببینم. اونم نه یکی بلکه 10 تا. یادتون نره ها باید همشون دختر باشن. موسیقی